بسم الله الرحمن الرحیم. قیس ابن مسهر سیداوی یکی از مردم کوفه بود از بنی سیدا، قبیله به این نام، که شیعه امیرالمومنین علیه السلام بود. زمانی که امام حسین سلام الله علیه در مکه قیام خود را بر ضد یزید لعنه الله آغاز کرده بود، قیس ابن مسهر نامه شماری از مردم کوفه رو برای امام حسین علیه السلام به مکه آورد و در خدمت امام حسین علیه السلام بود تا زمانی که آن وجود مقدس در هشتم ذیحجه از مکه به سوی کوفه حرکت کرد. در مسیر هنگامی که به منزلگاه به نام هاجر یا حاجز رسیدن، امام حسین سلام الله علیه نامه‌ای نوشت به بزرگان شیعه کوفه و از حضور قریب الوقوع خود در کوفه اونها رو آگاه کرد و در این نامه قید کرد که آماده قیام و همراهی با من باشید و این نامه رو به قیس ابن مسهر داد تا به کوفه برساند. اما غافل از این که عبیدالله زیاد بر کوفه مسلط شده، راه‌ها رو از فاصله قابل توجهی بسته است، لذا در منطقه به نام قادسیه وقتی قیس ابن مسهر به سوی کوفه می آمد دستگیر شد و چون می دانست که او رو بازرسی خواهند کرد، نامه امام حسین علیه السلام رو پاره کرد و از بین برد. او رو نزد عبیدالله زیاد بردن و چون حاضر نشد نامه، محتوای نامه و مخاطبان نامه رو فاش کنه، عبیدالله ابن زیاد گفت تنها راه نجات دین است که بر منبر بری و بر ضد حسین و پدر او سخن بگویی، و او پذیرفت، بر منبر رفت در جمع مردم، اما درود بر امام حسین و پدر آن حضرت فرستاد و لعن و نفرین به عبیدالله زیاد و یزید و به مردم بشارت داد که امام حسین علیه السلام به زودی به شهر شما خواهد آمد، آماده باشید. ابن زیاد وقتی متوجه این مسئله شد دستور داد که این مرد بزرگ رو به شهادت برسانند و از فراز بام دارالاماره او رو با قطع سر مبارکش بر زمین افکندند. سلام خدا بر قیس ابن مسهر سیداوی. سلام. تک دختر باشی، عزیزترینت برادر کوچیکت باشه، توی شب خیلی تلخ داغشو ببینی و بعد از اون اتفاق شب و روزت فقط به انتقام گرفتنش فکر کنی و وقتی تصمیمی که گرفتی و قرار اجرا کنی توی یه لحظه، فقط یه لحظه ببخشی. و حالا سالهاست که با روایت صبر و بخششش زندگی میبخشه به آدمای دیگه. محبوب رمضانی تو حسینی از سرگذشت مهمون خیلی عزیزی دارم، کلام نافذ داره و سالهاست دلشو به یه منبع لایتناهی پیوند زده تا بتونه حال خودشو خیلی ها رو خوب کنه، دکتر سعید عزیزی. و از سرگذشت امشب خوش اومدید. به نام خدای سرها و سرگذشتها، سلام خدمت شما و سلام خدمت سرکار خانم محبوبه رمضانی عزیز که مهمون ما امشب و قراره بشنویم روایت ایشون از زندگی خودشون و اتفاقاتی که افتاده و مطمئنم براتون جذاب خواهد بود. خانم حالتون چطوره؟ ممنونم، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خیلی خوش آمدیم. خیلی لطف داری شما. قطعا دوست دارم بدونم شما حالتون زیر این کلاه خود و سایه امام حسین چطوره؟ خود خدا و امام حسین، امروز من اینجا یه عهدی باهاشون بستم. چه عهدی؟ آخه اگه بگم دیگه عهد نمیشه. بذارید تو دلم بمونه. این حسه رو به هم داد که عشق تو چشم پر شد و من این عهد رو با امام حسین بستم. انشالله حاجت منو بده. خیلی خوب. چی بهتر از این که با این حال خوب بریم شروع کنیم؟ اهل کجایید؟ من اصالتاً آذری هستم. آذری زبان هستم. ولی تهران بزرگ شدم،
تهرانم زندگی میکنم. کدوم محله؟ محله 17 شهریور نزدیک. چند تا بچه بودید؟ ما 6 تا پسر بودیم، یه دختر. نمیتونید دیگه توقع داشته باشید که من دخترانه بزرگ شده باشم. من اصلا یعنی همین با پسرها بزرگ شدم، با پسر اخلاق پسرانه دارم. شاید این کاری هم که الان انتخاب کردم، کار که نمیشه گفت، یعنی فعالیتی هم که انجام میدم که میرسیم نتیجه بهش. همون بله میرسیم بهش، نتیجه همون مردانه بزرگ شدنمه، با مردها بزرگ شدنمه. بعد 6 تا برادر دارم، یعنی که یکیشون فوت شدن. خب. بعد یه دونه خواهر هستم. توی خانواده مذهبی سنتی، یعنی باورتون نمیشه، ماه محرم که میرسید خونه ما یه شور و هیجانی داشت. بخچه رو باز میکرد مادرم، زنجیرا و پیرمشکی‌ها رو در میآورد، همه پسر بودن. هنوز ماه محرم نشده بود، من چون خیلی ترکی رو خیلی خوب میتونم صحبت کنم و بخونم، نوحه ترکی میخوندم و پدرم و برادرم زنجیر میزدن. مثلا فکر کنید هنوز آره 15 روز 20 روز مونده تا محرم شروع بشه، خونه ما همیشه دستجات عزاداری از مهدتاه حسینیه کوچولو. آره خونه آره تونم شما بود. خیلی چون میتونستم بخونم، پدرم به من میگفت تو بخون ما زنجیر بزنیم، اینقدر عشق امام حسینی داشت. پدرم همیشه من میرفتم دسته نگاه کنم، فقط به این عشق که پدرم وقتی میگفت با صدای خیلی رسا و بلندی پاشو میکوبید زمین و میگفت حسین و بقیه صدا میزدن مظلوم، چهار ستون بدن ما میلرزید. چه حرف های قشنگی داری میشنویم از حال و هوای بچگی شما. بله خیلی. خب این 6 تا برادر داشتن، فکر میکنم شما دیگه خیلی پشتتون گرم بوده، 6 تا برادر درجه یک و مشتی داشتید، رابطتون باشون چطور؟ خیلی عالی بود، مخصوصا با برادرهای کوچکتر از خودم. من برادر بزرگم هم هیچ وقت اسم منو صدا نمی کنه، باورتون نمیشه که 10 سال از من بزرگتره، همیشه میگه خواهر. برای اونایی که از خودم کوچکترم، من یکی از برادرام توی فرودگاه کار میکردش، یکی از مثلا مدیرهای اونجا بود. همکاراش به من گفتن خانم رمضانی اگه تو جلسه باشیم خیلی عجیبه، ما اگه جای خانم این بودیم تو حالا تو رو از بین برده بودیم، اگه حتی جلسه باشیم زنگ بزنیم که ساکت، خواهرم زنگ زد، خانباجیم زنگ زده. یعنی نمیدونم، شاید به واسطه اون رفتاری که پدرم باهام داشته، اون ارزشی که برای دخترش قائل بوده که بچه هاش هم همونو یاد گرفتن که به دخترشون نرزش داد. خیلی برادرای من فوق العاده عالی هم. با کدومشون عیاختر بودین؟ با همهشون خیلی هم. معمولا یه نفر هستش که تو دل آدم جاش بیشتر باز باشه. با محسن. آموحسن. با محسن. با محسنمون و رضامون. نه از من بزرگتره. خب. برادرم. از من بزرگتره، خیلی باهاش عیاقم. بعد یکی هم که همون برادرم که از من کوچیکتر، رضا، و همون زایه نو، برادر زایه نو خایمه که من خیلی ازش پرستاری کردم. خب تو این برادرایی که انقدر شما بهشون عشق و علاقه و محبت داشتید، همه چی هم سر جاشه، زندگیتون با شیرینی و قشنگی و امام حسین و حال خوب داره میره جلو. میدونم که اتفاقی میفته توی زندگی شما و خانوادتون که شرایط عوض میشه و شما شاید قبل از اون خیلی مهربون بودید، خیلی رأفت قلب داشتید، با وجود اون بابایی که تعریف کردید و اون مادری که میگفته که روزاش را استکانه رو نشورید، با این روحیات بزرگ شده بودید. دقیقا اون اتفاق چی بود و برامون تعریف کنید چی شد؟ 6 ماه بود مادرم فوت کرده بود. من هنوز عزادار مادرم بودم. روز عاشورا بود، داشتم با همسرم میرفتم سر خاک مادرم. چون ما یه قبرستونی داریم نزدیک محل زندگیمون که بومیای اونجا رو اونجا دفن میکنن، قبرستان شهدای یافتا. من داشتم از سر کوچه پدرم رد می‌شدم، بهروز رو دیدم که یه شال سبز انداخته گردنش. بعد گفتش که خواهر من می‌خوام برم کربلا. حالا کربلا موقعیه که تازه باز شده، مردم قاچاقی میرن، پیاده میرن اون تایمه، مثلا کربلا آره آره زمان بسیا قاچاقی میرن و اینا. بعد من گفتم که خب بهروز یه راهی نمیری که من به تو نه بگم، باشه برو ان شاءالله سلامت بری برگردی.
من رفتم سر خاک مادرم، برگشتم اومدم خونه، دیدم که اخبار گفت تو کربلا بم گذاشتن. یادتونه روز عاشورا تو کربلا بم گذاشته بودن، خیلی از ایرانیا و کلن زائرهای دیگه فوت شده بودن، شهید شدن. بله شهید شده بودن. من زنگ زدم به برادرم محسن، گفتم که بهروز رو تو دسته میبینی؟ گفت آره. گفتم هنوز نرفته؟ گفت نه. گفتم نذاری بره ها، کربلا بم گذاشتن، اگه تا بهروز بره برگرده من میمیرم. گفتش که باشه بهش میگم. بهش گفته بود که محبوبه میگه نمیذارم بری کربلا. زدم زنگ زد، گریه کرد، گفتش که خواهر بذار برم، اگه بعدن اتفاقی بیفته من تو این حسرت میمونم و تو خودت عذاب میکشی. من بهش گفتم که آخه طاقت نمیارم، نمیتونم، اگه هر لحظه که از خواب بلند میشم یا یکی زنگ میزنه باید بترسم نکنه اتفاقی برات افتاده. گفت هیچ اتفاقی نمیفته، اگه عمرم به دنیا باشه که هیچ برمیگردم، اگه نباشه بدون که خدا خواسته منو کشونده برده اونجا. گفتم من هنوز عزادار مادرم، هنوز پشت ویلچر رضا گریه میکنم، دیگه تحمل ندارم. و گفت اتفاقی نمیفته. رفتشم، همون قاچاقی رفته بودن اینا، انقدر آب آلوده، غذای آلوده، مریض شده بوده و اینا، اومد من بردمش دکتر. پدرم زنگ زد به من، گفتش که بهروز اومده، بیا خیلی حالش بده، ببرش دکتر. رفت کربلا و برگشت. رفت کربلا و سالمم برگشت. خلاصه من اینو دارو و سرم و اینا براش سوپ درست کردم اینا. بابام گفت اینو ببر خونه، من یه قربونی بگیرم، یه بنر بزنم که بهروز رفته کربلا اینا، بیار. گفت مگه من به خاطر قربونی رفتم کربلا یا به خاطر اینکه دیگرون بفهمم کربلا؟ من نمیخوام این کارا رو برام انجام بدید. باورت میشه همون بنر رو، همون قربونی رو 6 روز بعد جلوی جنازش پدرم کشت. بعد عجب. بله بعد دیگه گذشت. پدرتون خیلی بهروز رو دوست داشت، درسته؟ به پسر آخرش بود. بعد مادرم وقتی فوت کرد اونو سپرد به ما. بعد این 6 روز بود از کربلا اومده بود، فامیلا که فهمیده بودن، شیرینی آورده بودن دیدنش، چیزی آورده بودن اینا، این اومد خونه ما شب چهارشنبه سوری بود. اون شب چون مادر من نبود من خیلی گریه کردم. اولین چهارشنبه سوری بود که مادرم نبود. بهروز رضا رو برده بود گذاشته بود تو فروشگاه رفاه جمهوری، کارمند اونجا بود با ماشین. ماشینشو برگردونده بود، برده بود تعمیرگاه بود، داده بود درست کنن که شب ساعت 10 دوباره بره دنبال رضا، رضا رو بیاره. در از پاهای رضا بود، میبردش میآوردش. آقا رضایی که زایه نخلی داشت. بله تصادف کرد. بعد من بعد از ظهرش خیلی بیتابی کردم. بعد سالی بود که خیلی ترقه بازی شدید بود، اصلا وحشتناک بود. من به همه زنگ میزدم گفتم مراقب باشید بچه هاتون بیرون نیاد. یه حس عجیبی به هم، اصلا از برادرام که توقع نداشتم، سنشون از این حرفا گذشته بود، میدونی که من نگران اونا باشم. بچه های خودم هم کوچیک بودن، تو خونه نگه داشته بودم. نگو این اتفاق اون لحظه افتاده که هیچ کس به من نگفته. چی شده بود؟ چه اتفاقی افتاده؟ شب بود. هیچ وقت خاطرات تلخ و زهر مار اون شب از ذهنم نمیره. داشت تغییر چهره رو میداد، فیلم تغییر چهره رو نشون. شب چهارشنبه سوری. شب چهارشنبه سوری اونو گذاشته بودن. خب منم سبزی پلو درست کرده بودم با ماهی، دور بچه‌ام، خونه پدرم هم نرفتم چون گفتم میرم اونجا طاقت نمیارم، گریه میکنم پدرم ناراحت میشه. نرفتم. بهروز غروبش اومد خونه ما، رفت شیرینی که فامیل آورده بود خونهشون، گفت من حاجی نمیتونیم بخوریم، اینا رو بیارم تو بچه‌ها بخورم. رفت آوردش اینا. همینجوری که داشتیم حرف می‌زدیم گفتم که بهروز خوب بود کربلا؟ گفت خیلی. خواهر من کجا؟ چاه علی کجا که برم ازش آب بخورم؟ خواهر من کجا؟ حرم عباس کجا؟ همینجوری برای من هی تو خونه راه می‌رفت و تعریف می‌کرد. بهش گفتم که چیزه توبه کردی؟ گفتش که آره توبه کردم، اومدنیم تو راه نماز خوندم، بلد بودم ولی نمی‌دونستم کجا چیکار کنم. گفتم تو پسر جباری پسر، اون وقت نماز از دوستات پرسیدی؟ گفت آره بعضی جاهاشو نمیدونستم چی کار کنم و اینا. رو راست بود. آره رو راست بود، رو راست به هم گفتش اینا. گفت دیگه من بعد میخوام نماز بخونم. خواهر میگن اول پاکمون کن بعد خاکمون کن، این نصیب بهروز شد. چی شد خانم؟ بعد اون شب تو محل ما ترق بازی میکنن، نگو یه کاسبی بود که همه ما میشناختیم و برامون قابل احترام بود، آدم خوبی بود، پسرش دوست صمیمی برادر من بود. یعنی ما از آلبوم بهروز نمیتونستیم یه اکثر بیاریم که این پسر پیشش نباشه. چی بود اسمش؟ علی بود اسمش. خب بعد
من مادرم همه جهاز من رو از اونا خریده بود. پدرم با پدرش کار میکرد. یعنی خیلی با هم همسایه های خوبی بودیم و اینا. پدر علی اون شب اصلا علی تو مغازه نبوده. کاسه مغازه رو نمیبنده. دوستای بهروز اونجا ترقه بازی میکردن. سر یه چهارراهی بود. همسایه ها بهش میگن ببند برو. امشب شب کاسبی نیست. یه وقتی بلور فروشی هم داشت. وقتی ترقه میندازن صدای ترقه ارتعاشش این میترسه که وقتی بلور را بیفته بشکنه میاد با دوستای بهروز درگیر میشه که شما چرا ترقه میندازید اینا. کاسبا میگن بابا امشب شب کاسبی نیست ببند مغازه تو برو. نمیبنده. با اونا درگیر میشه. همسایه ها میان جدا میکنن. این میره خونهش. دوستای بهروز هم با موتور میچرخن. بهروزی که خونه من داشته میرفته رو سوار موتور میکنن. از این برم بابای علی میره خونهش. علی رو تحریک میکنه که تو بی غیرتی تو نشستی تو خونه من برم کاسبی کنم. دوستای بهروز اومدن ترقه بازی کردن منو زدن با من درگیر شدن منو زدن ال کردن بچه رو تحریک میکنه. اونم چاقوی آشپزخونه رو برمیداره چون یه خیابون بوده که از اونجا رد شن میاد جلوی در مغازه‌شون وای میسته. بهروز که کوچولو موچولو بود و جسته ریزی داشت جلوی موتور نشسته بوده و اول بهروز منو چاقو رو به قلبش میزنه بعد اون دوتای دیگر رو میزنه. اون دوتا شکر خدا فوت نکرده بودن اما بهروز دردم فوت کرده بود و اجازه نداده بود برسونم بیمارستان. هیچ کس جرئت نمیکنه حالا اینو به من بگه. سر شام بودیم تلفن خونه زنگ خورد. همسرم گوشی رو برداشت. من دیدم برف روخته شد صورتش. گفتم چی شده؟ گفت چی محسن زنگ زده میگه بهروز دعوا کرده بیا. گفتم بهروز دعوا نمیکنه. الکی تو این شلوغی منو با بچه‌ها تنها نذاشتم درو قفل کردم. درو قفل کردم نذاشتم شوهرم بره. دوباره زنگ خورد تلفن. دوباره برداشت. گفتم گفت باید برم. نگو بهش گفتم بهروز فوت کرده. نه خودشونو حفظ کرده بود. خودش حفظ کرده ولی نمیخواد بگه. بعد گفتم که گفتم که نمیذارم بری. دیدم گریه کرد. گفت آخه محسن پای تلفن گریه کرد. گفتم پس بگو خاک بر سرم شده. باورتون نمیشه. نمیتونستم از زمین بلند شم. این بره‌ای که دیدید به دنیا میاد. میخواد راه بره ولی میخوره زمین. زانوهام تواری زدن نداشت. راه میرفتم میخوردم زمین. نمیتونستم خودم سر پا نکردم. تا اینکه از اقوامم حتی برادرم جرأت این که تو چشم نگاه کنن و بیام به من بگم به روز کوچولوی ما اینطوری وسط خیابون بدون هیچ حامی جون داده نداشت. بیگناه. کسای دیگه اومدن به من منو بردن خونه پدرم. همونجا قسم خوردم. گفتم چراغ به پدرش گفتم آقا رحیم چراغ خونه تو خاموش میکنم چون اونا 6 تا خواهر یه برادر بودن. اگه اینو برای خودت چراغ خونه قرار داده بودی چراغ خونه تو خاموش میکنم که برادر من اینجوری مظلومانه کشته. هر وقتم میمدم واسه رضایت گرفتن من میگفتم که ببین آقا رحیم اگر برادر من یه فوش داده به پسر تو بگو تا من به خاطر خود بهروز از خونش بگذرم. چون اگه منم کسی پیش برادرم فوش بده ممکنه تو اون عصبانیت یا هولش بده یا با یه چیزی بزنه اونو به هر حال بکشه. بگو اگه برادر من فرصت پیدا کرده به پسر تو ظلم کنه که پسر تو بزنه اونو بکشه من ازش بگذرم. ولی حرفی نداشتن که بزنن. در نهایت مظلومیت و بیخبری فقط چون لطفعلی و هادی که دوستای بهروز بودن سوار موتور بودن و بهروز رو موتور بود هر سه تاشون رو زده بود. و بهروز اینقدر اطمینان پیدا کرده بود که رو موتور بلند شده بود بهش گفته چی شده علی مگه؟ حتی فرصت توضیح نداشت. اصلا خبر نداشت. هم چه اتفاقی افتاد؟ با رفیقاش رفتن و سر یک لحظه خشم بیگاه، خشمی که تحریک شده به خاطر حرف پدرش یا خانواده که خب عصبی بودن دیگه، گفته که من درگیر شدم، چاقو رو برمی‌داره و میره درگیر میشه با همسایه‌اش، رفیقش، با کسی که رفت و آمد داشتن خانوادگی. اونا 6 تا خواهر بودن، علی یک برادر، شما 6 تا برادر و شما یک خواهر. و بهروز تو لحظه چاقویی که تو قلبش میخوره از دنیا میره و این آتیش تو وجود شما شعله میگیره و شما میگی که من انتقام بهروز رو باید بگیرم.
قصاصشو میخوام. خب چی شد خانم؟ بردنش به زهرا فرداش ساعت نزدیک 2 بود، تشییع جنازه بود. اقوام هم میگفتن که وقتی اذان داد حاجی بلند شد سر نماز وایسه، اول گفت خدای قدرت سر پا ایستادن رو بهم بده، یعنی بهم قدرت بده بتونم سر پا نمازم رو بخونم، نشسته نخونم. خب تشییع جنازش کردیم. اونایی که همیشه به من میگن، میرم در خونهشون میگم تو میگن تو خواهری، نمیدونی ما چی کشیدیم. اونا ببینن که 100 سالم بگذره اون داغت هست که پیدا نمیکن، این آتیش زیر خاکستر میمونه که خاموش شده، ولی اگه یه فوت کنی شعله بر میشه. اما تنها چیزی که تسکین اون درده، اون بخشش قشنگی که به خاطر خدا انجام بده، فقط اون بود که میتونم به زندگی عادیم ادامه بدم و از انسان بودنم لذت ببرم و از اینکه اینجوری مورد امتحان خداوند قرار گرفتیم و سربلند از این امتحان در اومدیم بیرون شاکر و شکرگزارشم. خانم به خانواده زارب که علی باشه گفتید که چراغ خونتون خاموش میکنم. دقیقا. چی شد؟ من هر ماه میرفتم قوه قضاییه، هر ماه میرفتم اجرای احکام. ببین آقای عزیز محمدی اون موقع قاضی بود، ایشون یه دفعه برای اینکه منو آروم کنه، چون میرفتم خیلی مثلا با تندی صحبت میکردم، یه روز میکشید داخل اون دفترشون و میگفتش که بیا ببین چه پرونده هایی داری، ببین ما اینجا با چه آدم هایی باید مثلا سر و کله بزنیم، تو صبر کن در نهایت به هدفت میرسی، انقدر ما رو تو فشار نذار. این وقفه‌ای که میذارن میگن بذار خانواده سرد بشه یه خورده، چون دوام بوده نیت و قبلی هم نداشته اینا، یه خورده خانواده ها آروم بشن تا بتونن تو حالت تعقل تصمیم بگیرن، تو بلد و عصبانیت تصمیم نگیرن. ولی من اصلا، قاضی اجرای احکام به همه توصیه به بخشش میکرد، تنها کسی که جرئت نمیکرد من بودم. همه اقوام می اومدن دیگه، حالا شده بود که دیگه اقوام خودم می اومدن و طلب بخشش میکردن. پدرم چون آدم مذهبی بود، وقتی که پیش نماز امام جماعت های مسجد های اطراف محلمون می اومدن، میرفتن تو حسینیه حاجینا برای اینکه مثلا باش همدردی کرده باشن، نماز می خوندن و ازش میخواستن ببخشه، به من میگفتش که من اینا رو با لباس پیغمبر میان، من خجالت میکشم به اینا نبگم. ولی ادم که پدرتون بوده؟ ولی ادم پدرم بود. چی بود نظر آقاتون؟ چون مادرمونم قبل از برادرمون فوت کرده. بله. پدرم میخواست که ببخشه اما من نمیذاشتم، عشق پدرم به من نمیذاشت، چون میترسید بلای سر خودم بیارم، از بغض و کینه بلای سر خودم بیارم، دخ کنم بمیرم، میدونی از این میترسید، میخواست منو راضی کنه ولی قادر نبود راضی کنه. هر وقت دیگرون میمدم پیشش و طلب بخشش میکردم، میگفت به خدا من حرفی ندارم، این دخترمه که راضی نمیشه، این دختر راضی نشه من نمیتونم ببخشم، من خانومم از دست دادم، بچه‌مو از دست دادم، این دخترم 3 تا بچه کوچیک داره، این اگه بلای سرش بیاد من دیگه نمیتونم تحمل کنم، این باید راضی شه. میمدم به من میگفتن که حاجی راضی ها، فقط نظرش بنا. گفتم میرفتم گفتم حاجی تو به مردم چی گفتی؟ میگفت نه والله بیچاره ترسش. میگفت نه والله، من گفتم هر چی قانون بگه، ولی من اون ذات پدرم رو میشناختم، میدونی میدونستم که پدر من نمیتونه یه همچی کاری بکنه. و به دیگه تا روز آخر 3 تا از برادرای من کلن از تهران رفتن بیرون. تو فکر کن اینا دوستاشون هم دوستای مشترک اونن هم دوستای مشترک، میان خودشونو میندازن رو پاهای رضا رو ویلچر، گریه زاری میکنن، اما رضا اختیاری نداره، میگه به خدا ما خواهرمون راضی نمیشه، ما نمیتونیم خواهرمون رو از بین ببریم به خاطر چیزی که حقشه، باید خواهرمون راضی شه، دعا کنید خواهرمون راضی شه. دیگه روز آخر من 2-3 روز جلوترم بابام رو از محل انتقالش دادم به یه مکانی که دیگرون نمیشناختن، یعنی محلی ها نمیشناختن که برم فشار بیارن اینا. بعد از این اتفاق سخت و ناگوار که خدا برای هیچ کسی نیاره، به نتیجه میرسن که ببخشن پدرتون، برادرها، و شما یه تنه پرونده برادر عزیزتون رو دست گرفتین. اصلا اینجور اتفاقا معمولا زمان میخوره بهش، شاید 10 سال 15 سال. چقدر طول کشید به نتیجه رسید با پیگیری هاشون؟ نه خیلی زود، ما که وکیل گرفتیم و چون 100 نفر شاهد بودن که چجوری اینو کشته، سریع هم شما هر چه سریعتر میخواستی که اجرا بشه، ببینید اون صحنه قصاص رو، هر شب بهش فکر میکردید. آقای قلیچ، من با یه همچه اعتقادی که براتون تعریف کردم، خدا سر کسی نیاره، هیچ چی مثل این کشته شدن فجیع نیست.
هیئتی که 4 تا برادر من توش زنجیر می‌زدن و عزاداری می‌کردن و یه تو محل چادر می‌زدن. میگم از بچگی بچه‌ها بزرگ شده بودن. می‌دونی مسجد یا حسینیه نداشتن. چادر می‌زدن با کمک هم محلی‌ها برای امام حسین عزاداری می‌کردن. اون سال که بهروز من فوت شد، پدر قاتل بهروز خونش رو خالی می‌کنه. یه خونه ویلایی حیاط دار داشت. میگه عزاداری امام حسین رو تو خونه من بکنید. خب همین کارش نمیدونی با من چی کار کرد که تو هیئتی رو که برادرای من توش زنجیر میزنن میبری میندازی تو خونه قاتل برادرشون که هر لحظه هر گوشه اون خونه رو ببینن عذاب بکشن. حالا این هیئت رو برمیدارن میارن در خونه پدر من، یا حسین گویان ازش رضایت بگیرن. برادر بزرگم به من زنگ زد که محبوب پاشو بیا. دسته آوردن در خونه، یا حسین میکشن، حاج بابا طاقت نمیاره، حالش بده، پاشو بیا. وقتی من رفتم با چنان خشونتی میخوام بدونی، البته که قصاص حق خانواده شما بوده، ولی اونا میخواستن بیه ریسمانی چنگ بزنن و امام حسین رو بهش تمسک کنن، دنبال یه راهی بودن. این بغض و کینه تبدیل به چی شد؟ اینو میخوام بهت بگم، یعنی اینو میخوام بیننده های عزیز بدونن، از اول من هیچ تمایلی به بخشیدن نداشتم. میخوام بدونم که اگر اون بالایی بخواد، اگه به تو رحم کنه، چه اتفاقی برات میفته. منی که به پرچم امام حسین رحم نکردم و گرفتم و پرتش کردم. عجب. باورتون نمیشه، به یک ماه نکشید یه دونه از برادرای کوچکتر من که از بهروز بزرگتر بود، با زن و بچهش، با 206 300 متر کله ملق زدن از دره اوشون پشن رفتم پایین و دماغشون خون نیامد. اونجا به من گفت هی محبوبه، تو نیستی که بر من داری تعیین میکنی. یه نشونه بود برای شما. این یه نشونه بود، اونو منو به خودم آورد. اینا رو ازت میتونستم بگیرم، هیچ کس هم نتونی مقصر بدونی که انتقام بگیری. تو با ایتی که جلو در خونه من اومد، در خونه تو اومده الان پاره میکنی و پرت میکنی. اونجا یه ترسیدم، یه تلنگری بهم خورد که من حق ندارم برای تو تعیین تکلیف کنم. ایام عزاداری محرم سفره، میخوایم بریم هیئت، لباس مشکیمون رو اتو میکنیم، یادمون میره اتو رو از برق بکشیم، کولر رو یادمون میره خاموش کنیم، یه چراغ اضافی یادمون میره و نتیجهش میشه که توی خونه‌ای روشنایی ازش گرفتیم. مراقب روشنایی زندگی هم دیگه باشیم. پس این اولین تلنگری بود که شما یه مرتبه بهتون وارد شد. اما احساس میکنم با توجه به این شعله های آتیشی که تو وجودتون بود برای انتقام، خیلی کارساز نبود این تلنگر. نه. بریم روز قصاص. اون روز قصاص من 2 روز قبلش پدرمو برده بودم خونه برادر بزرگم گذاشته بودم که کسی بهش دسترسی نداشته باشه و خودم داشتم خونه تکونی میکردم، چون عهد بسته بودم وقتی که علی رو اعدام میکنم میام حتما شیرینی پخش کنم بین فک و فامیل همسایه ها، شیرینی پخش کنم و میخواستم خونم تمیز بشه، داشتم خونه تکونی میکردم. مادر علی با اقوامشون اومدن دم در، من به آرامی زنگ زدم 110، گفتم این خانم مزاحم منه و 110 اومد بردش. گفتم گریه‌زاری میکنم، بچهای من میترسن. برادر بزرگم زنگ زد دیگه، حالا تو لحظه آخر میگم 3 تاشون کلن از تهران رفتن، بخاطر اینکه تو درواسی با مردم اختیاری هم ندارن چی بگن. برادر بزرگم من با متانت و آرامش داره با هم صحبت میکنه که نکنه به لج بندازنم. میگه خواهر من نمیام برای اجرا، ولی تو حقته، فقط خواهشی که ازت دارم به مردم بی احترامی نکن، چون بعدش ما باید توی این محل با اینا زندگی کنیم. بعد ولی میتونی پای حقت وایسی، منم تو رو مجبور نمیکنم که از حقت بگذری اینا، ولی ببین اگر میتونی ببخش. گفتم نه، یه لحظه چشمو میبندم خودم میذارم جای مادرم. اینجوری بهش گفتم، یه لحظه پای دار چشمو میبندم خودم میذارم جای مادرم، شما نگران نباشید. به تندی به هاشون صحبت کردم. بعد ما بلند شدیم رفتیم خونه برادر بزرگم که فرزداده به اوین نزدیکه، که اون موقع تو اوین اجرا می‌کرد. پدرتون هم در قید حیاته اینجا. پدرم هم در قید حیاته و جلوتر بردم خونه برادر بزرگم. و برادرها و باباتون هم زورشون به شما نرسید. نمی‌رسه. چون چیز زوری نبود، باید من دلی راضی می‌شدم. من الانم یه وقتایی به خانواده ها میرم میگم دقیقاً همینو. میگم هیچ زوری قادر نیست شما رو راضی به این کار کنه. باید خدا دلتون رو راضی کنه. باید نور خدا به دلتون بتابه، وگرنه امکان نداره. بعد
رفتیم اونجا، حالا یواشکی آدرس خونه برادر رو دادن. دو تا مینیبوس از محل، معتمدین محل، خانواده شهدا، خانواده‌ای داریم که 4 تا شهید از دست دادن. بعد امام جماعت مسجدمون که من احترام خیلی زیادی براشون قائل بودم، خانمشون معلم قرآنم بود، خیلی دوستشون داشتم. اینا همه اومدن خونه برادر بزرگم، ولی جرئت نمی‌کنه اینا را بده تو. قبلش اومد به من گفتش که خواهر ببین، ما می‌خوایم تو این محل با اینا زندگی کنیم. اینا آدمایین که هر روز با اینا سلام علیک می‌کنیم. بذار بیان تو، اینا مهمان منن، اینجا خونه منه. من نمیتونم اینا رو راه ندم. خیلی برام بده، برای خانواده‌مون بده. ولی شما نمیتونی رضایت بده، رضایت نده. ولی اجازه نده بی احترامی کنیم به هم محلیام. گفتم اشکال نداره، اینجا خونه توئه. من نمیتونم مثلا یه روایت هم تو ذهنم بود که دشمن هانی میره آره خونه‌ش و اینا، میگه من نمیتونم راه ندم. این تو ذهنم اون موقع تداعی میکرد که برادرم گفتش که من نمیتونم اینا راه نبودم، خونه توئه، راهشون بده. راه دادن، اومدن اینا نشستن. بزرگای محل که من میشناختم همشون تقاضای بخشش کردن. من گفتم امشب بین من و قاتل بهروز خدا یکی رو برای زنده بودن رو زمین انتخاب میکنه، یا من میمیرم یا قاتل بهروز میمیره. پدرم اگر بخواد رضایت بده به قاتل بهروز، خودم اون جلوی اوین میکشم، باید جواب بچه‌هامو بده. و باباتون واقعا میترسید؟ و پدرم واقعا میترسید، میدونست قادر به انجام همچی کاری هستم. بعد گفتش که رو کرد به همشون، گفت ببینید 5 تا پسرم یه طرف، تمام دنیا یه طرف، این دختر یه طرف. اگر این دخترم راضی نشه، با وجود اینکه قلبن رضایت به اجرا ندارم و خدا از دلم خبر داره، ولی به خاطر بچم نمیگذرم. پس دعا کنید این دختر راضی بشه. مهمونا خونتون رفتن بیرون؟ اینا همه پشت سر ما اومدن تا جلوی اوین. حالا از محلم چقدر اومده بودن تا جلوی اوین که من رد میشدم، همه رو میشناختم. کاسبن، خانم رمضانی، خواهش میکنیم خانم رمضانی، تو رو خدا، اینا التماس میکردن. اینا من اصلا اهمیت ندادم و راه نمیدادن تو منو. میگفتم باید اولیای دم فقط بیاد و پدرم اولیای دم بود. اما اون محلیامون از رئیس زندان خواهش کرده بودن این دختر خودش شاید تحت تاثیر قرار بگیره، صحنه رو ببینه، اگر نیاد تو پدرش اجرا میکنه، بذارید که این خودش بیاد داخل. خب اما فکر نکنید به همین راحتی به همه اینا رسیدم. درون خودم قوقاییه، هیچ جایی خلوت گیر نیاوردم که بشینم گریه کنم. به برادرم گفتم یه جا بذار من برم یه ذره با خودم و خدای خودم خلوت کنم. در ماشین باز کرد، گفت برو تو ماشین بشین. التماسش کردم، گفتم دلم راضی کن، نمیتونم، تو راضیم کن، نمیتونم، یا فاطمه زهرا تو راضیم کن، نمیتونم، نذارید من یه کاری بکنم که بعد عذاب بکشم، نکنم هم نمیتونم، کمکم کنید. از روح مادرم تقاضای کمک کردم، گفتم مادر کاش خودت بودی، انتقام خون بچت گردن خودت بود، گردن من نمیافتاد این وظیفه به این بزرگی. و اینم بگم، هم محلیام همیشه میمدن به من میگفتن که خواب دیدی مادرت خواسته ببخشی. من میرفتم سر خاک مادرم باهاش حرف میزدم، شبش به خوابم میمد میگفت بس خون بچم نگذری. یا الان میدونم که این همون شیطانیه که تو وجود من برای من همه چی میساخت، رویا میساخت، خواب میساخت، این همون شیطانه بود. چه جنگی داشتین تو وجود خودتون؟ خیلی. با خودتون؟ خیلی، فقط خدا میدونه. با همه اینا رفتید؟ آره. و وارد مکانی شدید شدن. که اول صبح قرار قصاص بکنه. بله. خب. واسه اعدامیا رو آوردن. علی رو آوردن. علی رو آوردن یه پسر دیگه. من اصلا به علی نگاه نمی‌کردم. هیچ توجهی نمی‌کردم. عکس بهروز رو تو دستش نگه داشته بود و به روح بهروز منو قسم میداد. گفتم تو به بهروز رحم کردی؟ بهروز پاهای رضا بود. تو به رضا رحم کردی؟ من عزادار مادر بودم. تو به من رحم کردی؟ باز من عزادار بهروز کردی؟ من به تو رحمی ندارم. علی، یه در قندونم آوردم که افتادی زمین بکوبم تو سرت. و چون که به من اومده بودن گفته بودن وقتی بهروز افتاده زمین، پدرش با در قندون زده تو سر بهروز که بعد دروغ بودا. اینو همون شیطانایی که همیشه تو این صحنه ها هستن ساخته بودن که منو عذاب بدن. خب بعد یه پسر دیگه ای رو به اسم سینا می‌خواستن دار بزنن. این بچه وقتی اومدش فقط هیچ کس فقط اینجوری میگه یا فاطمه زهرا یا امام حسین، اینایی که من دارم میگم با صدای خیلی بلندی ها. من سیدم، من وکیل ندارم،
بابام گفته وکیلم تویی، فقط تو رو باید صدا کنم. اونم قصاص بود، اونم تو 16 سالگی قتل مرتکب شده بود و من هیچ کدوم اینا رو نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. فاطمه زهرا رو صدا میکرد، امام حسین رو صدا میکرد، بابام گفته من وکیل ندارم، وکیل من تویی یا امام حسین، کمکم کن. صدای مادرش که از بیرون میومد این بچه عذاب میکشید. بردنشون پای دار. این سینا گفتش که آقای قاضی اجازه میدی من یه چند دقیقه نهی بزنم؟ قاضی آخرین درخواست اعدامی رو بهش داد، نهش از ساکش در بردن بهش دادن، ظاهرا نهی میزده، خیلی استاد بود تو این کار. اما من اون شب معجزه‌ای رو دیدم که دنیا بیاد باورم نمیشه. اون نهی رو سینا نمیزد، اون نهی رو همون امام حسین میزد، همون فاطمه زهرا از حنجره سینا داشت به من کمک میکرد. چون به قدری تحت تاثیر قرار گرفتم که رفتم افتادم دست و پای کسایی که میخواستن سینا رو اعدام کنن و ازشون تقاضای بخشش کردم. شمایی که خودت قرار نگذری از خون برادرت، دقیقا همین حرف رو به من زدن، خانم تو خودت میخوای اجرا کنی، از ما میخوای ببخشی. دیگه تو شمارش معکوس بود که میخواستن اون چارپایا رو بکشن، من رفتم گفتم اگه من ببخشم شما میبخشین؟ خب اونا فقط نگام کردن، هیچی نگفتن. بلافاصله برگشتم، نگهبون زندان به من گفت خانم ندو، فکر میکنن زندانی فرار کرده میزنن، خواهش میکنم ندوید، فکر کنید بین صفا و مروه میدویدم، میدویدم اینجا که خودم رو راضی کنم و میدویدم بین اون برادرها. رفتم افتادم رو پاشون، صحنه کفشاشون هیچ وقت از یادم نمیره، خودم انداختم رو کفشاشون، گفتم بیایید حنجره این پسر رو خفه نکنید، من میگذرم که شما بگذرید. اومدم به پدرم گفتم بابا تو از علی بگذر که اینام خوششون بیاد سینا رو ببخشن اعدام نکنن. پدرم سری منو بغل کرد گفت دخترم من که از خدامه، من اینجا به خاطر تو آوردم، من آدم اینجام که تو من آوردی اینجا. پدرم بخشید، علی رو آوردم پایین، رفتم پیش اونا گفتم دیگه حرفی ندارید به من بزنید. اونا هم اومدن سینا رو بخشیدن از بالای دار آوردن پایین. و این لذت بخش‌ترین صحنه زندگیمه. 18 سال تقریبا از سال 85 تا حالا با خانواده‌های زیادی، افتخار همراهی با خانم جبارزادگان، واقعا بزرگوار خانم رضاییان همراهیم کردن و من سالهاست که بیش از اگه بهتون بگم 300 نفر رو پرونده پرداخت مثلا دیه، بعد که البته به همکاری خانم جبارزادگان هستش، ایشون گروه سرپرستی گروه ما درد مشترکی ما رو داره، اسم گروهمون ما درد مشترکی و منم در خدمتشون هستم زیر سایه خدا و ایشون میرم برای رضایت گرفتم. چشم رو باز کنید، میخوام ببینم. یه تلفن میخوام. ببخشید دیر زنگ زدم، شما که میدونید تقصیر من نبود. ترسیدم. ببخشید. به روضه منوره مرتبط خواهید شد. اللهم صل على علي ابو الدرد المرتضى يا
الامام التقي النبي وحجتك على من صوبنا ومن سعد الضرايا چقدر قشنگ تعبیر کردیم اون لحظه آخری که اون جوانی که محکوم به اعدام بود نیشو برداشت شروع کرد با سوز نواختن و ایشون میگه که من احساس نمی کردم این صدا از حنجره اون مرد اون پسر داره در میاد انگار که خود خدا بود انگار که امام حسین بود گفت بشنو از نی چون حکایت میکنه از جدایی ها حکایت میکنه همچونه زهری و تریاقی که دید همچونه دمساز و مشتاقی که دید نی حدیث راه پرخون میکند قصه های عشق مجنون میکند شما اون گرهی که دلت داشته با امام حسین با حضرت زهرا اون هیئتایی که رفته بودین بچه گی وای میستادی برای امام حسین آذری میخوندیم برای برادراتون اینجا رسیده امام حسین گفته که ببخش اینجا محبوبم رو باید نجات بدم گفت اینجا باید محبوبم رو نجات بدم اینجا به من احتیاج داره اینجا اون حسین مظلومای حاج جبار به من احتیاج داره بعد سینا رو دعوت کردن صدا سیما همون نی رو بزنه نتونست بزنه بس بدونید معجزه خداوند بوده قطعا همینطوره من مو به تنم سیخ شده بود داشتم میشنیدم خیلی عجیب بود از خانم احسنی گفتین من میخوام دعوتشون کنم تو برنامه خوشحال میشم میدونم که شما هم تأثیر گذاشتین روی ایشون برای جریان بخشش بزرگ ایشون هممون یه مسئله معروفی رو شنیدیم که انسان جایز الخطا که نه بهتره بگیم ممکن الخطا است هممون اشتباه میکنیم و توی این لحظه هایی که خشممون نمیتونیم کنترل کنیم یه اتفاق خیلی بدی میفته و انتظار بخشیده شدن داریم میگه ببخش تا بخشیده بشی میدونم که شما با اون بخششتون توی اون لحظه فقط منتهی نشد به بخشش خانواده قاتل و بعد از اون نقطه تأسی شدید برای کسای دیگه چند نفر رو تا حالا شما تونستید توی این فضای بخشش و طلب حلالیت دعوت کنید و همراه خودتون بکنید خیلی آقای قدیج بیش از 300 تا پرونده ما داریم که خدا رو شکر ختم به بخشش شده خدا رو هزار مرتبه شکر بیش از من دقیقا نمیتونم آمار بدم خانم حسنی بزرگوار که نشستن خانم سعادت همین اتفاق مشابهی که برای خانم افتاده بود و برای برادرشون رضایت دادن ایشون هم اتفاق ناگواری افتاد و رضایت دادن حالا اینکه چه شکلی شد و اون روز قصاص ایشون به این نتیجه رسیدن که ببخشن شما برای ما تعریف روز دوشنبه بود که از طرف مددکاری به ما زنگ زدن از دوستانی که داشتیم و اینا بعد گفتن که یه نفر رو بردن برای اجرا اگه میتونید بیایید ما از شیراز داشتیم میمدیم تو همون فرودگاه تهران دوباره بلیت گرفتیم رفتیم به مشهد رفتیم خدمت پدر ایشون اصلا شخصیت پدر ایشون خودش یک روز بحث میبره انقدر نجیب و آقا بودن بعد به من گفتش که اول خیلی تون چون پسرشون اصلا شبیه پسر برادر من به قتل نرسیده بود خیلی فجیع تر بودش داستانشون بعد گفتن که با این حال من به خاطر رضای خدا میبخشم ولی دخترام راضی نمیشن و دخترها اولیای دم بودن یعنی قانون بهشون حق میداد مثل ما نبودن بعد دخترام نمیبخشن پسر بزرگشون رو زنگ زدن برادر بزرگشون اومد اونجا خیلی محترمانه ما رو پذیرفتن نشستیم صحبت کردیم اونا هم دقیقاً همین حرفو زدن گفتن که خواهرامون راضی نمیشن گفتیم میتونیم خواهراتون رو ببینید گفت من میتونم دعوت کنم خونم شما تشریف برید اونجا حالا به یه بهونه اینا رو کشونده بود اونجا نگفته بودم که یه گروه اومدن شما رو ببینن وقتی ما رفتیم اینا از در اومدن فهمیدن که ما برای رضایت گرفتن رفتیم اصلا صحنه وحشتناک و فاجعه آمیزی بود که یکی دوبار من با زهرا برای رضایت گرفتن رفتم وقتی برخورد خانواده ها رو میبینه میگه یعنی منم با تو این کارو کردم میگم تو خیلی بدتر از این ماما گردی بعد خب بذاریم خودشون بگن چیکار کردیم مگه
من از در خونه که وارد شدم نمیدونستم که برای رضایت اومدن. از در خونه که وارد شدم خانم جبارزادگان و رضاییان و خانم رمیزانی رو دیدم، احساس کردم این از طرف خانواده قاتل اومدن. تا اومدن سمت من گفتم سمت من نیان، من رضایت نمیدم، حرف اول و حرف آخر اول دارم میزنم. به هیچ عنوان اومدم برگردم، برادرم اجازه نداد، گفت مهمونن دیگه. یه مقداری پرخاشگری کردم و سر و صدا کردم و خیلی حسابی گفتم فقط بلند شین برین از خونه برادرم، بیرونمون کردن. آره. فقط بلند شین برین. هر چی گفتن چند لحظه کوتاه ما فقط صحبت کردیم، گفتم به هیچ عنوان من هیچ حرفی ندارم، قصاص اولین و آخرین کلمه من. خب برادرم ازم خواهش کرد، گفت بشین، قسم هم داد به روح برادرم بشین چند لحظه کوتاه. ما نشستیم و تو صحبتایی که داشتیم من فقط پایین رو نگاه میکردم و اخمامم تو هم بود و به هیچ عنوان تو صورتش رو نگاه نمیکردم. تو صحبتایی که شد من متوجه شدم این ستا واقعا فرشته از طرف خانواده قاتل نبودن، ایشون از جای دیگه اومده بودن و با من چند جلسه صحبت کردن. و توی یه جلسه که صحبت کردیم، یه جلسه هم خونه بابا داشتیم، نقطه ضعف منو پیدا کرده بودن خانم رمزانی. چی بود نقطه ضعفتون؟ آیه گفتن قرآن بیارین، قرآن آوردن و شروع کردن به یه سوره از سوره قرآن، سوره مائده بود، آیه 45 که این اول که حالا قشنگ حضور ذهن ندارم، این جان در برابر جان، چشم در برابر چشم. بله. زبان در برابر زبان، ولی اگر بگذری خداوند از سر تقصیرات تو تمیز. شمایی که هر لحظه خودتون رو میذاشین جای ایشون، بله. همه چی براتون، بله. اولین تلنگری که به من خورد برای رضایت همین بود. و من وقتی که از خونه پدرم اومدم بیرون تا خونه خواهرم میرفتم، دوتاییمون پشت فرمان گریه میکردیم، مونده بودیم سر دارایی. از یک طرف خدا، گفته خدا، وعده های خدا، و از یک طرف خونه برادرم، برادری که به فجیعی ترین وضع کشته شده بود. و من جزو تو این شیشتا خواهر برادران تنها کسی که پدرم رو تهدید میکرد که رضایت ندی، و قسم خوردم به روحش، قسم اگر بخوای رضایت بدی یه پیت بنزین رو خودم میریزم جلو چشات، خودم آتیش میزنم. من حتی به پدرم میگفتم شما که برادرت از دست ندادی، مثلا پدرم به هم میگفت بابا رضایت بده، میگفتم شما که برادرت دست ندادی، من برادرم از دست دادم، من احساس خونخواهی بیشتری نسبت به پدرم میکردم، چون یه خواهر برادری بودیم بی نهایت وابسته هم بودیم، عاشق هم دیگه بودیم. چی شد اون لحظه که رضایت دادید، تصمیم گرفتید؟ اون لحظه تا لحظه آخر خانم رمضانی و جبارزادگان اینا، به خصوص محبوبه جان، خیلی تو گوش من اومد حرف زد. من لحظه آخر که میخواستم گفتم اگه اجرا کردی خواست خدا بوده، اگر اجرا نکردی باز خواست خدا بوده، فقط بذار من کنارت بیام. خب زندانم همکاری کرد، اجازه داد من باهاش رفتم. من پله های زندانو رو به خانواده قاتل عقب عقب میرفتم بالا و تا لحظه آخر میگفتم که کفن بچه تو آوردی، خودم تناب دارو میندازم تو گردنش. وارد که شدم، اصلا قاتل برادرمو ندیده بودم، وارد که شدم دیدم یه آقایی رو آوردن زانو زد جلوی برادرم و به برادرم التماس کرد که آقای حسنی تمومش کن، من نه شب خواب دارم نه روز خوراک. یعنی بدترین صحنه یک سر جلو چشم منه، یعنی من اینقدر این قتل برای من سنگین بود. من بکش منو راحت کن، گفتم خودم میکشمت با همین دستام تر. بعد حتی زدم رفتم سمتش بزنم به گردنش که بگم عجب گردنی داری، چون بیده برای تناب. چقدر هرس و بغض خیلی داشت. من یعنی 3 سال شب که میخوابیدم میگفتم خدای میشه من اون طلوع صبح رو ببینم، بزرگترین آرزو بود. خب که اون طلوع صبح رو ببینم، من ببینم که قصاص اجرا شد. با همه این هرسی که توی دلتون و خشم و حس انتقامی که هر روز داره بزرگتر میشه تو دل شما، چی میشه که شما یه جا به این نتیجه؟ یه داستان از امام حسین. چی بود؟ یه آقایی بودن اونجا، فقط بهم گفت میشه من باید صحبت کنم؟ اول گفتم من رضایت نمیدم، گفت نه من رضایت نمیخوام دخترم. شنیدم شما سیدی؟ گفتم بله. گفت سیده؟ گفتم سید حسینی. گفت یه داستان میخوام از امام حسین برای تعریف کنم. گفتم تعریف کن. گفت زمانی که روز عاشورا، زمانی که شمر میاد رو سینه امام حسین میشینه، میبینه امام حسین داره گریه میکنه، بهش میگه چی علی ابن حسین؟ علی ابن حسین تو داری برای حکومت گریه میکنی یا برای شکستت؟
رو میکنه با آسمون میگه نه، برای شفاعت تو دارم از خدا طلب مغفرت برای قاتلم میکنم. و من واقعا اون لحظه حس کردم که جد ما بوده، آقای امام حسین خیلی رئوف بوده و من چطور میتونم ادعا کنم که از نسل امام حسینم. به هم گفت و اون لحظه فقط فکر کردم گفتم نکنه برادر من الان نیاز داشته باشه به این بخشش. اون لحظه که برادر منو کشت برد انداختش تو چاه آب، من خواهر کنارش نبودم که راضی بودم جونم رو فداش کنم، ولی الان نکنه این تو آسمونا داره دنبال یه جایی میگرده که یه چیزی به دردش بخوره، چون برادر من معصوم که نبوده، بالاخره گناهکار بوده دیگه، گناهی داشته، نکنه دنبال این ثوابه که از یه مرحله اون دنیا بالاخره حالا بتونه راحت رد بشه. گفتم من خواهر دلم رو میذارم زیر پا تا قیام قیامت بسوزه، ولی این ثواب و هدیه میکنم به روح برادرم. همین کلمه رو من فقط گفتم رضایت میدم، دیگه هیچ متوجه نشدم، بیهوش شده بودم از فشارش شدید که یعنی روم وارد شده بود، واقعا نمیدونستم چیکار. فقط گفتم رضایت میدم، یا آنچه شامه باز کردم دخترم هم اومده بود داخل، دیدم سرم رو پای دخترمه، داره میگه مامان بهت افتخار میکنه، نه من، نسلهای آینده منم به تو افتخار میکنه. و من اینو اول لطف خدا، دوم لطف خدا، از سوم زحمات این ستا فرشته، به خصوص محبوبه جان خیلی زحمت کشید. خانم که تو دستگاه امام حسین آدم پروبال بگیره، بزرگ بشه و به قول ایشون رنگ و بویی ازشون نگیره. و همیشه یه جمله هستش که میگه که امام حسین که قاتل خودشو میبخشه دنبال شفاعت قاتل خودشه تو لحظه های آخری که تو گودال قتلگاهه، مگه میشه صدای ما رو نشنوه؟ کنار همدیگه شما دو بزرگوار چند تا پرونده رو به سرانجام رسوندید برای رضایت؟ چون که زهرا جان از من خیلی دوره، مشهد زندگی میکنه، غالبا پرونده هایی که تو مشهد داریم از نطق و گیرایی تو زبانش استفاده میکنیم همراهی میکنه، ولی خب تو تهران یه بارم شمال با هم دیگه رفتیم برای رضایت گرفتن. زهرا جان دوره، واقعا خیلی سخته براش این مسیر رو بره، ولی پرونده های مشهدمون رو با ایشون همکاری میکنیم. ولی این برنامه الان با یکی از همکاراتون صحبت کردم، شماره‌ای بهم دادن و من از اینجا برم حتما دوباره دنبال این کار میرم که راه محبوب جان ادامه بدم. هر دو از خانواده امام حسینید، من میخوام توی دوربین نگاه کنید و با امام حسینتون صحبت کنید، دوربین رو برید. آخرین کلام خانم حسنی و بعدشون. اول خانم حسنی محبت کنن رو به رو دوربین. من بنده روسیا هم در کنار که عاشق امام حسینم، ازش میخوام که خیلی هوای جوانامونو داشته باشن. این اتفاقی که برای برادر من افتاد، برای قاتل برادر من افتاد، انشالله برای هیچ خانواده پیش نیاد دیگه. واقعا از امام حسین فقط همین رو بخوام، دست جوانامونو بگیره، کمکشون کنه بتونن خشمشون رو کنترل کنن. شما دور میرو برود. منم در پایان آقای قلیچ و خانواده هایی که الان درگیر همین مشکلی هستن که ما بودیم و خدا رو شکر سربلند ازش بیرون اومدیم، میخوام که اعتقاد قلبی و واقعی به امام حسین داشته باشن، فقط زبانی نباشه. خودش کمکشون میکنه، واقعا کمک میکنه، همونجور که به ما کمک کرد و مسیر زندگی من رو عوض کرد، مسیر زندگی زهرا رو عوض کرد. با اونا هم کمک کنه، دلشون رو فقط در گروه اون بذارن. خیلی خوب. شبتون بخیر، سرگذشتتون عاقبت بخیر.